ولی یکی از کارهای مهران رابی رو من دوست ندارم و اونم یه دفعه نشون دادم به دوستان، یک ویدیو کلیپیه برای افشین که صداش رو خیلی دوست دارم، افشین گل نازنین، آهنگش هم قشنگه، ولی موزیک ویدیو رو توی یک هواپیما درست کردن که توش دارن سیگاری میکشن، یعنی سیگار نمیکشن. میدونید که اینجا توی امریکا یا هر کشوری، حتی ایران خودمون، فیلمایی که درست میکنن، سریالایی که درست میکنن، اصلا کسی رو شما نمیبینه که سیگار دستشه، چون یک نوع بدآموزی هستش برای کسانی که دارن. حالا میخوان این ویدیو رو کول نشون بدن، ولی این ویدیو رو همه دارن نگاه میکنن. سیگار کشیدنم حالا بازم میگیم اشکالی نداره، ولی سیگاری کشیدن، دود رو به اون صورت بیرون دادن، کاری که یکی از بچه‌هایی که واقعا مبتذل هست، همه کاراکتر کرده مبتذل بوده، این یکی کارشم توی این موزیک ویدیو مبتذله که دود سیگار رو وحشی ها. اصلا به صورت این که اصلا سیگار نیست، از این چی میگن، یه چیزایی استفاده میکنن، خدا شاهده از این دراگ مراگا استفاده میکنن، اون چیزایی که پشت صحنه استفاده میکنن آوردن توی صحنه. نظر شما چه؟ دوربین اشتباهی روشن بوده. خب بعد موقع ادیتش چی؟ ولی حالا اینو من میخوام به شما بگم، حالا من اصلا راجع به این مسئله حرف نزنم، واسه خودم هم دشمن درست نکنم، ولی من کار خودم رو، مسئولیتی که دارم رو به خوبی انجام ندادم. من بعد بگم این چند نفر دیگه هم عقیده من هستن، این مسئله در ذهنشون باشه، مطرح بکنن که دیگه اینجور موزیک ویدیوها ساخته نشه. نظر شما چیه آقای حمید شفیع‌زاده؟ نظر من اینه که موزیک ویدیو با فیلم کوتاه خیلی فرق میکنه، یعنی خیلی از دوستان متاسفانه این دوتا رو با هم دیگه دارن اشتباه میگیرن. یعنی هر موزیک ویدیو که درست میکنن، درسته که بهش میشه به عنوان یه پروژه سینمایی نگاه کرد و بعد خیلی دقیق و هدفمند باش کار بکنین، ولی موزیک ویدیو یک مقوله تفریحی و سرگرمی و خانوادگیه که همه قشری نگاهش میکنن. فیلم کوتاه رو آدمای خاصی میرن نگاه میکنن و آخر حداقل چیز اون کارگردان فرصت داره که اگر یه چیز بدی رو داره نشون میده، آخر فیلممون بدی رو جمعش بکنه و بگه آقا به این دلیل، به این دلیل این سیستم بد بود. درست. یه موزیک ویدیو من یادمه که اومده بود، حالا من این همه اسم بردم به خاطر اینکه شما رو تشویق کنم به اینکه شما دو کلمه همه رو تشکر کردید، حالا یکی هم که اگر یه انتقاد شما ناراحت کرده بفهمید میگم یه ویدیو اومده بود که تزریق کردن و مواد مخدر و این حرفا رو داشتن نشون میدادن. آخه قربونت برم، مثلا من بارها شده که خواننده منو گفتن که آقا من آهنگو خوندم برای کسی که از دست رفته، میخوام بیام برم سر قبر یا روزار زار گریه کنم و ویدیو بسازم. آخه موزیک ویدیو سر قبر مثلا یعنی چی؟ موزیک ویدیو چرا؟ یا واقعا شما میخوای یه فیلم، یه پروژه آنچنانی میخوای، مایکل جکسون میخوای درست بکنی، یه استوری خیلی بزرگ، یه سابجکت خیلی قوی اینترنشنال، بله میای میری اصلا یه چیز آنچنانی درست کنی، واسه یه موزیک ویدیویی که قراره 20 دفعه پخش بشه و بره کنار، آخه سنگ قبر و آه و ناله با طرف میخواد بزنه باش حال کنه. دقیقا. حتی اگر آهنگ اسلو هست، میخواد یه چیز شیک. شما مرگ رو میتونی به 1001 المان نشون بدی، حتما باید بری سقاخونه رو نشون بدی و چه این چه میشورن سنگ قبر رو نشون بدی. قصال خون، سقا خون، ببخشید اسمش هم بلد نیست. گفتی قصاب خونه، منم سقا خونه. خودم با این سقا خونه رو کار کردم، با شهره که کار می‌کردم سر ویدیو موزیک ویدیو امام رضا، یه سقا خونه خیلی قشنگ درست کردیم و شمع رو گذاشتیم و اینا. همون موزیک ویدیو حضرت رضا، امام رضا که در دبی گرفت. امام رضا در دبی گرفتی. حالا این کاری که الان گفتی، باید آهنگ معین تو پخش بکنیم که چقدر قشنگ و دلپذیر یک آهنگ ملودی آروم رو شما با تصاویر قشنگی اینو به نمایش گذاشتید، یک موزیک ویدیوی خیلی زیبایی به اسم ملاقات. ملاقات از آلبوم، اسم آلبوم متأسفانه یادم نیست، تو ملاقات گل این آلبوم هستش. آره، کار زیبایی از آقای کاظم عالمی هست و کلام زیبای خانم ژاکلین ویگن که یه پکیج خیلی خوبی بود و من خیلی خوشحالم که اسم منم دور این دوستان هست و باعث کارگردانی حمید شفیع‌زاده نگاه می‌کنیم. در خدمتتون هستم. من وایشون کار نمیکنم. اتفاقا یکی از تجربیات خوبی که من داشتم این بود که آقای معین همیشه تو موزیک ویدیوهاشون حکم یک راوی رو داشتن، یعنی همیشه اون کلام و اون خوانندگیشون رو میکردن و دو تا بازیگر دیگه اون اکت رو میکردن. اگه قرار بود که ارتباط احساسی و عاشقانه برقرار بشه، دو تا بازیگر این کارو میکردن. درسته. که از این قضیه هم خیلی نگران بود آقای معین که من تا به حال خودم مستقیم با مدلم در ارتباط نبودم، نکنیم این کارو
گفتم دیگه هنرمند همه جور اکتی رو باید انجام بده و این به نظر من بیایم این بشکونیمش این قضیه رو درست. که این اطمینان رو به من کردن و لطف کردن این کار رو انجام دادیم و خدا رو شکر من نشنیدم کسی که انتقاد بکنه که چرا آقای معین با این خانم مثلا روبرو هم نشستن آدم. نه حرف اینا چیز داریم. ولی معین آخرش مثلا گفت که این مدل خوبی بود. خب راضی بودن ازشون. حتی قرار بود که مثلا موزیک ویدیو بعدی رو با هم دیگه کار بکنیم. دوست داشتن که باز از این خانم استفاده بکنیم. چه جوری اون جملات شاید میاد؟ مثلا دادا این خوب بود نه اون چجوری گفتش شما امروز نشوندی من اینجا هم آره این امروز آخر دوستی مهران توکلی با من اینا همه تو بدونیم اگه بخواد اینجور باشه خواهش کن برنامه رو من میرم که میشینم هرچی دلت بخواد تو با همین جان همین اون زمانی که شروع کردی موزیک ویدیوهای بچه های داخل ایران رو میگرفتی احتمالا خودت با یه دوربین بلند میشدی میرفتی جاهای مختلف مناظری رو میگرفتی لوکیشن ها رو انتخاب میکردی این کار رو انجام میدادی ولی امروزه دیگه اینجوری نیست که لوکیشن آدم اجاره میکنه میره اون کرو رو میاره و این کار رو انجام میده چه سختی هایی اون موقع میکشیدی به عنوان یک نفر تنها در این زمینه چه افرادی کنارت بودن که امروزه خودشون دارن مجزا کار میکنن یا هنوز داری باهاشون کار میکنی سختی های اون موقع دوربین چی بود اصلا اون موقع این کار رو انجام میدادی من اون زمانی که این کار رو انجام میدادم و هنوزم به رسم یادگاری اون دوربین رو نگه داشتم بخاطر که خاطرات خیلی خوبی باش دارم و خیلی جاها با هم دیگه سفر کردم منم دارم آره دوربین کنون اکسل وان بود که خیلی خوب من با جا خیلی جالبه که روز اولی که این دوربین رو من دیدم از این دوربین جات خوشم نیومد به خاطر فرم ظاهریش و اینا چون یه خورده مشکل بود چون لنز سنگین‌تر از بادیشه یه مقداری اذیت می‌کرد منو ولی یکی از بهترین دوستان زندگی من بود و با هم خیلی سفر کردیم جاهای خیلی خیلی گرم رفتیم با هم دیگه جاهای خیلی سرد با هم رفتیم و دستم اومده بود دیگه قلق این دوربین دستم اومده بود و با هم تلویزیون های ترکی رو بیشتر نگاه میکنی و میکردی یا هندی رو که ازشون ایده بگیری برای ساختن من خیلی خوشحالم که ایشون این تلویزیون ها رو نداشتم و نگاه نمیکردم و یادمه که یه بار تو ایران یه اینترویوی توی مجله با من کردن که اینو من ادعا کردم که اگر که یکی از موزیک ویدیوهای من و شما کپیشو برای من بیارین که من عین اون موزیک ویدیو رو ساختم من حاضرم 10 تا موزیک ویدیو رو به رایگان برای اون کسی که آورده حالا اون آقا شمایی با 10 تا خواننده میخوای کار کنی یا خودت خواننده است فرق نمیکنه 10 تا موزیک ویدیو رو هنوزم که هنوز دارم میگم کسی اگر کپی موزیک ویدیوی من آورد من میتونم 10 تا موزیک ویدیو براشون رایگان بسازم از کپی کردن زیاد خوشم نمیاد هر کسی میتونه یه چیزی رو بزنه ببین ایده ها رو اگه شما سابجکت رو از یه جا بگیری و خودت شاخ و برگ بدی چه اشکال داره همه بزرگان هم میشینن فیلم نگاه میکنن فیلم های مختلف رو نگاه میکنن ویدیوهای مختلف نگاه میکنن یه تکنیک خاصی که الان مد شده رو ما میایم و اونو پرورشش میدیم به سبک و سلیقه خودمون نه اینکه ما موزیک ویدیو مثلا شما فکر کنید موزیک ویدیو هندی رو نگاه بکنیم دقیقاً عین اون فریم رو بگیم خب آقای ایکس شما وایس اینجا ببینید دست شورت بالا پس شما هم ببر بالا ما که موزیک ویدیو هندی رو نمیبینیم که چه اشکالی داره حالا اگه اصلا نبی نداره یه کپی خوبم به وجود بیاره بده بد نیست به شرط اینکه طرف بگه من کپی کردم آره من کپی کردم و ببین چقدر قشنگ دارم کپی میکنم نه اینکه خودش بعد باورش بشه که من عجب ایده‌ای دارم آقا عجب چه کار کردم اصلا من دیگه گوشه دیگه از موزیک که دیگه از موزیک ویدیوهاتو با هم دیگه ببینیم میخوام کوتاه کوتاه ببینیم وقتمون کمه اینو ببین من جوری با حمید شفیع‌زاده صحبت میکنم که انگار سالها مثلا ایشون 90 سالشه از اون گذشته داریم صحبت میکنیم میبینیم که خیلی جوان خیلی دوست داشتنی نشسته اینجا ولی کاراشون بسیار زیاد هستش سابقه اون رو در کارگردانی و ساخت موزیک ویدیو طولانی کرده مرسی از شما شما همیشه قبل از که من به امریکا هم بیام به من دوستی خواننده های خوبی کار کردیم میخوام بگم با خواننده های طراز اول کشورمون این موزیک ویدیو یه خاطره چیزی پشت صحنه نداری پخش بکنی پشت صحنه دارم متاسفانه چون نمیدونستم قراره که اینترویوی داشته باشم یه دفعه بغل رد میشد من یادش گرفتم نه شما میگم من دبی بودم و یه برنامه‌ای رو تازه ایشون شروع کرده بود در شبکه تپش که راجع به موزیک ویدیو ایران شما صحبت می‌کردید و من همیشه که هم یه بار خودم دیدم هم دوستان زنگ می‌زدن که آره بزن تپش آره تفکری داره تو تعریف می‌کنه من اصلا نمی‌شناسم این دوست عزیز نگاه کردم دیدم چقدر مهران به من لطف داره داره موزیک ویدیو رو نشون میده و تو هر برنامه‌اش واقعا شما داشتین به من لطف می‌کردین و تعریف می‌کردین
و واسه من خیلی جالب بود کسی که منو نمیشناسه و رو کارا اینقدر داره معروف میده واسه من قشنگ بود. به محض اینکه وارد امریکا شدم از نیویورک من اومدم یادمه که گشتم شماره مهران عزیز رو پیدا کردم و زنگ زدم گفتم که من فلانی هستم و کجای اینجایی؟ گفتم آره من دارم هفته دیگه میام لس آنجلس که منو دعوت کردیم به برنامه و تو برنامه‌ام خیلی به من لطف داشتن. همه بچه‌هایی که خوب کار میکنن دوستشون دارم، به بعضیاشون دسترسی ندارم ولی همشون برادرای من هستن، پسرای من هستن، حمایت میکنن شما ماها. بعضی موقع بعضی از دوستان میگن آقا از شما بعید این حرفا رو زدم، بچه‌ها هنوز دارم یاد میگیرم قربونت برم، یاد بدید به ما شما. ولی شما کاراتون باید باعث تقدیر باشه، باید باش راجبش صحبت کرد همینطور، به خاطر اینکه کارهای ارزنده ای ارائه میدید و اینا همه ما قدرش رو میدونیم. حالا خدا واسه ما جوری مسئله رو درست کرده که ما یه دوربینی هست، لنز دوربینی هست، میکروفونی هستش که ازش استفاده کنید از این امکانات. برای بعضیا نیست ولی بقیه هم دیگران هم قدر کارهای شما رو حتما میدونن، ولی مثل ما این وقت برون نیستن با این آگاهی کمون جلو دور میشینن. خب راجب خاطره بخشین. آره خاطره اینه که اون سفری که من به امریکا اومده بودم خوشبختانه سه تا موزیک ویدیو رو داشتم کار میکردم. یکی موزیک ویدیو آقای معین بود، شهرام سالتی عزیز و آقای سامان که به طور اتفاقی موزیک ویدیو آقای معین و آقای شهرام تو یک روز قرار بود فیلم برداری بشه. همون قبلی که پخش کردیم ملاقات و همین الهی قربونت برم که ما تمام تصاویر خارجیمون رو گرفته بودیم، یه قسمت داخلی از معین عزیز می‌خواستم بگیرم که اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودم که استدیو رو ساعت 5 تحویل بگیرم، از ساعت 5 تا 9 شب با آقای معین کار بکنم. اون یه قسمتی که تو رستوران بود و اون شاتای داخلی که داشتیم، از ساعت 9 شب تا صبحم با شهرام سالاتی عزیز کار بکنم. خب بدقولی که استدیو به من کرد، به جای اینکه ساعت 5 به من استدیو رو تحویل بده ساعت 8:30 یا کلوب به 9 بود تحویل داد و تا من بخوام حالا کارامو انجام بدم و ستاپ بکنیم سیستمو، همزمان شهرام و معین وارد استدیو شدن. حالا شما فکرشو بکن که دو تا بزرگ مرد وارد شدن و من یک نفر اونجا هستم و خب یه ست بالا چیدم برای آقای معین، یه ست هم پایین برای آقای شهرام سلطی و ست برداشت از شهرام میگرفتم. گفتم خب شهرام شما یه استراتی بکن اینجا یه آبی چیزی بگو. خب من میتونم پایین با معین کار میگردم. این اتفاق جالب بود که تو یک شب من تونستم این دو تا ویدیو رو راجع به اون شب داشته باشی که دارم مثلا دقیقاً تو شات‌های موزیک ویدیو شهرام سالتی آقای معین من دارم که اینا سیکرته، خب پیش خودمه و هیچ وقت فکر نمی‌کنم که بتونیم پخش بکنیم و در شات‌هایی که قسمت‌های موزیک ویدیو آقای معین بود شهرام عزیز دارم و خاطره جالبی بود و ولی فشار خیلی زیادی اون شب بود به خاطر اینکه یه استرس خیلی خاصی به آدم میده که شما بخواید دو تا فکر یه موزیک ویدیو کاملا شاد و بزن به کوب و رقصی با یه موزیک ویدیو اسلو احساسی، شما هی باید این مغز رو سویچ میکردی رو اون قصه رو این قصه. باریکلا خاطر اینه که حمید شفیع‌زاده است. نه به خدا، حالا امیدوارم که خوب شده باشه. خوب شده. حمید تو این خواننده‌ای که کار کردی کدومشون خوش اخلاق ترینن؟ یه اس بیار خواننده های اینور. آره. یا ایران فرق اون واسه من اینور اونور من جدا نمی کنم، نه همه ایرانی هستیم 100 درصد اینور. متاسفانه یه سری مسائلیه که سعی میکنه ما رو از هم دیگه جدا بکنه، ولی من خواننده های داخل ایران و خارج و اینجا رو یکی میدونم و همشون هم به یه اندازه دوست دارم. خوشبختانه با این دوستانی که من کار کردم، خب شهرام سالاتی که واقعا برادر منه، یعنی من اصلا دیگه از قالب دوست و همکار و مشتری اینا اصلا نیست، واقعا برادر منه، خیلی دوستش دارم و با من اوکی و همه چی همیشه خوب بوده و بخن. آره ولی سر کار آقای معین واقعا خیلی آدم خوش اخلاقی بود و ما اون شب واقعا لذت بردیم وقتی در جوابشون بودیم. یعنی جدی میگم که یکی از دوستان خیلی خوب، حتی بعد از کارم که حالا مراحل پایانی ادیت کار بود با هم دیگه میشستیم، من خیلی لذت بردم از معین. خیلی خیلی انسان خوب و دوست داشتنی، در رابطه همینجوری نمیدونم شخصیش هم آدم خوبی هستش. اینو خودش از کی صداش دیگه مستش تو گوش کردی؟ کدوم هنگه؟ نمیادم رفتن منم یادم رفتن شاید بینندگان ندونم راجعه چی این صحبت میکنم. بد اخلاق که نمیشه گفت. میخوایی کسی نگو اگه دوست. آره نه نمیشه گفت بد اخلاق، ولی کسی که سخت باش کار کردم، باش مشکل پیدا کردم و الان ولی خیلی دوستش دارم و الان خیلی با هم دوستیم. شهره عزیزه. آخه شهره گل که ما با هم سرکار دعوامش، نه که دعوای بدا، یعنی اختلاف نظر پیدا کردیم و یه مدتی هم با هم قهر بودیم که بعد ما آشتی کردیم و شهره هم خیلی دوستش دارم و الان هم با هم خیلی دوست خوب هستیم. خیلی خوب، شهره از اون خواننده های خوب واقعا، اونم دوست داشتنی هستش. باریکلا خیلی ممنون از تشکر از صحبت خاصی. خیلی ممنون، فقط تشکر میکنم از شما، از بهروز دروی عزیز، از آرای عزیز و از
مدیریت کل این سه شبکه آقای حمید شفیع که اجازه میدن که ما جلوی این روبینا قرار بگیریم و با شما در ارتباط باشیم و خیلی ممنون از تمام هنرمندانی که با من کار میکنن، منو انتخاب میکنن و خیلی ممنون از تمام بینندگانی که این موزیک ویدیو رو میبینن و منو ساپورت میکنن. داری میری دبی یه وبسایتی تلفنی یه چیزی بده تو فیسبوک دوستان میتونن منو پیدا بکنن فیسبوک همون اسم حمید شفیع‌زاده و در خدمتشون هستم. خیلی هم دوست دارم که روز به روز به جمع دوستای من اضافه بشن و با همشون در ارتباط باشم. خیلی ممنون ازت. مرسی از شما. خیلی ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی.